کمپرسورها ها به دلایل مختلفی میتونه باعث بشه که خراب بشن یا سیمپیچ کمپرسور دچار سوختگی بشه یکی از این مشکلات که بسیار هات هست و خیلی جاها مشاهده میشه نابالانسی ولتاژ هست ما توی تعریف میدونیم نابالانسی ولتاژ مجاز هست تا دو درصد باشه اما به چه صورت این نابالانسی محاسبه میشه و این نابالانسی باعث چه اتفاقاتی میشه توی خیلی از موارد ما مشاهده میکنیم زمانی که به یک کمپرسور مراجعه میکنیم که ابیابی کنیم متوجه میشیم مشکل برقی وجود داره آمپری که کمپرسور داره میکشه تو یک خط یا دو خط یا بعضی وقتا تو سه خط بالا هست کابلمون گرم میشه پس کابل قدرت داره گرم میشه ما ولتاژ رو میگیریم و میبینیم که ولتاژ ها با هم همخونی ندارند. اما از کجا و چه جوری ما میتونیم محاسبه بکنیم که این ولتاژ نابالانسی داره و درصدش رو چه جوری حساب بکنیم برای این کار اول میایم سه تا ولتاژ سه خط ورودی به کنتاکتور رو میگیریم اونها رو روی کاغذ می نویسیم اوریج یا میانگینش رو حساب می کنیم سه رو جمع می کنیم تقسیم بر سه می کنیم یا عدد به دست میاد طبق این فرمولی که دارید مشاهده می کنید ولتاژ اوریج یا میانگین رو منهای ولتاژ یک و دو خط یک و دو می کنیم دوباره منهای به علاوه ولتاژ اوریج منهای ولتاژ خط یک و سه به علاوه ولتاژ اوریج منهای ولتاژ خط دو و سه می تقسیم بر دو زب در ولتاژ اوریج یا میانگینی که در آوردیم این عدد رو زب در صد می کنیم و از طریق این فرمول خیلی ساده ولتاژ نابالانسیش محاسبه میشه درصد نابالانسی در میادش ما وقتی درصد نابالانسی محاسبه کردیم از این طریق میتونیم محاسبه کنیم آیا نابالانسی ولتاژ ما بیش از دو درصده اگر بیش از دو درصد بود بدونید که ما نابالانسی آمپر خواهیم داشت نابالانسی آمپر باعث میشه که توی خطتون برای مثال کمپرسورتون 25 اسب هست و آمپری که داره میکشه 20 آمپر هست خب به طور میانگی میدونید که این کمپرسور همیشه توی زمان کار کردش داره کار میکنه روزهای قبل هفته های قبل سر زدید نگهداریش رو دارید مثلا یک شیر سرد کن هست با 20 آمپری که داریم میکشه شما مراجعه میکنید میبینید که ما یکی از خطمون داره 23 آمپر میکشه یه خطمون داره 20 آمپر میکشه یه خطمون داره 19 آمپر میکشه خب الان یکم تعجب میکنید که من مشکل دارم یا نه برای اینکه متوجه بشید که مشکل دارید یا نه میتونید خیلی راحت از طریق این فرمول یه ولتاژ میانگین به دست بیارید یه کاغذ بردارید ولتاژ خط یک دو یک سه و دو سه رو بگیرید و بذارید داخل این فرمول و نابالانسی ولتاژ در بیاد اون وقت میتونید متوجه بشید که آی نابالانسی ولتاژ باعث شده نابالانسی آمپر به وجود بیاد یا نه مشکلات دیگه مثلا بوشتون خورده شده روتور تو استاتور داره میکشه و باعث میشه نابالانسی آمپر به وجود بیاد آمپر توی خط داره افزایش پیدا میکنه با خاطر اینکه یه قسمت از استاتور داغ شده خب پس اولین مشکل ما با برقی رو چک بکنیم که اولین نکته هم نابالانسی ولتاژ هست از این طریق میتونیم چک بکنیم